درود بر شما. ششم آبان ماه 1401 خورشیدی و 28 اکتبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به چند موضوع می‌پردازیم، از جمله عملیات تروریستی در شاهچراغ شیراز، بدهکاران بزرگ بانکی که پول سرکوب مردم رو دارن به مزدوران خیابونی جمهوری اسلامی میدن، و به کارخونه چاپ اسکناس در ایران. پرده آخرم آخر برنامه. چهلم ها شروع شده و حکومتم دنبال راه چاره است. دیروز چهلم نیکا و چند تا دیگه از جوانای نوجوانای کشته شده در قیام سراسری مردم علیه استبداد حاکم، و پریروزم چهلم مهسا. همزمان با فراخوان‌های گسترده مردمی برای تظاهرات سراسری در چهلم مهسا امینی، برنامه ریزی برای ایجاد حوادث تروریستی داشت انجام می شد. چهلم مهسا رسید، خبر چند حادثه در قیام سراسری مردم، چند حادثه شاید ترسش بشه گفت تروریستی، خبر چند حادثه در انبوه خبرهای مربوط به قیام سراسری مردم گم شد. کانال تلگرامی مردم خیابان نوشت: اول باقیمانده متروپول آبادان فرو ریخت، دوم کشتن مردم بیگناه در شاهچراغ شیراز، سوم منفجر شدن کارخانه اکسیژن اهواز، همش در یک روز، چهلم مهسا. بیام روی یکی از این حوادث یه مکسی بکنیم با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم در سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم. ببینین، چهارشنبه 4 آبان که بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ کشور شاهد اعتراضات خیابانی بود، زائران حرم شاهچراغ شیراز به رگبار کلاشنکوف بسته شدند. آمار رسمی 15 کشته 23 زخمی رسمن گفتن. گفتن داعش مسئولیت حمله به حرم شاهچراغ به عهده گرفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتند با فراخوان اغتشاشگران، تروریست‌های تکفیری زوار حرم احمد ابن موسی در شیراز را به خاک و خون کشیدند. یک روز بعد از این اتفاق هم دیروز پنجشنبه خامنه‌ای هم یه بیانیه‌ای داد و در واقع یه جورایی وصل کرد این حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز رو به قیام سراسری. گفت این حادثه رو باید بریم ریشه هاش رو بگردیم پیدا کنیم. ببینیم، بیایم 28 سال برگردیم به عقب. نمیگم بریم قبل از انقلاب سینما رکس آبادان 28 مرداد 1357. 28 سال برگردیم عقب، تو همین جمهوری اسلامی 30 خرداد 73 حرم امام رضا در اثر یک بمبگذاری ترکید، 26 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی طبق آمار رسمی. جمهوری اسلامی اعلام کرد کار مجاهدین خلق بوده، بلافاصله اعلام کرد. مجاهدین هم تکذیب کردن و محکوم کردن اون عملیات رو. بخشی از پیام رهبری انقلاب ساعاتی پس از حادثه: منافقین کوردل و خائن نشان می‌دهند که برای حریم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت نیز هیچ گونه حرمتی قائل نیستند و زمان و مکانی بدین عظمت و قداست مانع و رادع خونخواری و ددمنشی و کینه سبوانه یا آنان نسبت به ملت ایران نیست. بعد جمهوری اسلامی گفت کاری عضو القاعده بوده به اسم رمزی یوسف که رفته پاکستان. بعد یه گروهی به اسم الحرکت الاسلامی الایرانی
که جمهوری اسلامی گفت یه گروه سنی است، با رسانه‌ها تماس گرفت و مسئولیت حمله رو به عهده گرفت. همش ساختگی و دروغ بود. زمینه‌سازی اون جنایت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجامش داد از بهمن 72، یعنی 4 ماه قبل از انفجار حرم امام رضا انجام شد. طرح وزارت اطلاعات، تصمیم گیرندگانش و مشخصا سعید امامی معاون فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی بود، برای دو هدف: ایجاد بدبینی و نفرت عمومی به مجاهدین از طرفی و به اهل تسنن از طرف دیگه، تا هم باز ازشون قربانی بگیرن و هم روی خاطره تخریب مسجد فیض و کشتار مسجد مکی، هر دو از مساجد مشهور اهل سنت در ایران، سایه بندازن. یکی از اطلاعاتی‌های سابق همون موقع برای من نوشت و منم برنامه مفصلی در این باره داشتم در همین صفحه آخر، نوشت: پس از مرگ فردی که حکومت به عنوان بمب‌گذار منافق معرفی کرد به اسم نحوی، ده‌ها تن از اهل تسنن را بازداشت و مورد شکنجه قرار دادن و به روحانیون اهل سنت اینطور وانمود کردند که نحوی با همدستی ایادی شما این عملیات را انجام داده. شما گفتن نحوی هوادار مجاهدینه، بعد میگه اومدن با همدستی شما، شمای اهل سنت و مولوی ها اومدن بمب گذاشتن، حرم امام رضا رو ترکوندن. مسجد فیض محل اجتماع اهل سنت مشهد در کوچه جنب بازار سرشور بود. ساعت 11 شب 11 بهمن 72 طی عملیاتی جهت جشن‌های دهه فجر، مناطق اطراف مسجد را با نیروی نزدیک به 1000 نفر از نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات و شهرداری محاصره کردند و عملیات تخریب را آغاز و در ساعت 1 بعد از ظهر 12 بهمن 72 به پارک نرگس تبدیلش کردند. در پی آن ساعت 12:30 12 بهمن 72 نمازگزاران مسجد مکی در زاهدان را که به تخریب مسجد مشهد معترض بودند، توسط گردانهای عملیاتی سپاه هنگام ادای نماز قتل عام کردند و مولوی عبدالحمید و مدرسین مدرسه دینی مکی را هم به اسارت بردند. شبیه ماجرایی که سه هفته پیش در زاهدان اتفاق افتاد. امام مسجد فیض مشهد به هرات فرار کرد و در آنجا سخنرانی‌هایی در افشای این عملیات انجام داد. او نیز جلوی مسجد خرقه هرات به همراه 13 تن توسط بمب کنترل‌دار کشته شد. اعتراضات در جامعه اهل سنت ادامه داشت و موج دستگیری‌ها همچنان شدت می‌یافت که داشت تبدیل به یک خیزش عمومی در کل مناطق اهل سنت ایران می‌شد که سناریوی انفجار حرم امام رضا به اجرا درآمد و بر اساس آن سناریو اعتراضات در نطفه خفه کردند. فعالانی از اهل سنت بلوچستان و خراسان به اتهام بمب‌گذاری در حرم امام رضا دستگیر و شکنجه شدند. بعد از 8 سال از اون حادثه، عمادالدین باقی در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران جنایتکاران را با جزئیات افشا کرد. اکبر گنجی هم درباره همین موضوع نوشت و هر سه افتادن زندان، یعنی هم اکبر گنجی، هم عماد باقی و هم مصطفی تاجزاده که در مناظره ای که سال 97 با علیرضا زاکانی داشت گفت که انفجار حرم امام رضا کار حکومت بود. قتل زنجیره آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم؟ با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دوتا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه. بمب را طبق گزارش‌هایی که از وزارت اطلاعات دوره فلاحیان به بیرون درز کرده، اکبر خوشکوش عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات برده بود، در حرم کار گذاشته بود. اکبر خوشکوش صبح آن روز در مشهد و اطراف حرم امام رضا دیده شد و در فیلم دوربین‌های مداربسته تصویر او ثبت شده است. 8 سال این سناریوی جنایت در حرم امام رضا مسکوت می‌ماند تا بعد از وارفتن وزارت اطلاعات دوره خاتمی
عرض کردم اکبر گنجی و عماد باقری افشاش میکنن. تاج زادم 25 سال بعد از اون جنایت میگه کار حکومت بوده. حالا حقایق مربوط به این عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز هم بعدها روشن خواهد شد. ببینین تنها جایی که حکومت اسکناس چاپ میکنه و هر طور دلش میخواد بین نیروهای سرکوبش توزیع میکنه کارخانه چاپ اوراق بهادار آمله که مختصراً بهش میگن تکاب. این کارخانه در زمینی به مساحت 25 هکتار در استان مازندران آمل کیلومتر 7 جاده چمستان با زیربنایی بالغ بر 38 هزار متر مربع در حال فعالیت است. واحد تولیدی تکاب مازندران به عنوان تنها کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، کاغذ اسکناس، چک، صفحات پاسپورت، کاغذ شناسنامه در سطح کشور محسوب می شود. خبرگزاری تسنیم سپاه سال 94 یک گزارش نوشت از این کارخانه. کارکنان این کارخانه غیر از لباس کار هیچی نباید همراه داشته باشند، حتی تلفن همراه. کارمندان و کارگران سالن چاپ اسکناس با لباس کار مخصوص اجازه ورود به سالن را پیدا کرده و در فضای با رطوبت 55 دمای بیش از 20 درجه پشت ماشین‌های مخصوص مستقر می‌شوند. این رطوبت و دما چون باید دقیق باشه و اصلا انتخاب محل کیلومتر 7 جاده چمستان آمل به همین دلیل بوده که بتونن این دما و این رطوبت رو کاملا حفظ بکنن در خارج و داخل. برای چاپ اسکناس کارگران پشت ماشین‌های مخصوص مستقر می‌شوند. ساعت کار متولیان چاپ پول در ایران 7 صبح تا 5 بعد از ظهر است. پشت هر ماشین چاپ اسکناس 5 6 نفر مشغول کارند که علاوه بر نظارت بر چاپ اسکناس‌ها موظف به نقل و انتقال اسکناس‌های چاپ شده به سبد‌های مخصوص هم هستند. حقوق دریافتی کارگرانی که پشت ماشین‌های چاپ اسکناس کار می‌کنند طبق اذعان خودشان معمولی است و یک کارگر ماهانه 2 میلیون تومان دریافت می‌کند. مال سال 94. البته دریافتی کارگران بسته به نوع تحصیلات و رتبه شغلیشان متفاوت است. تحصیلات این کارگران عمدتاً لیسانس است. عمدتاً رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی کم به این کارخونه پرداختند. اقتصاد نیوز نوشته تا اوائل سال 1362 کلیه اسکناس های رایج کشور در اروپا تهیه می شد و در این سال با راه اندازی کارخانه چاپ اوراق بهادار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ اسکناس در داخل آغاز و در سال 1367 با توجه به حجم بالای واردات کاغذ بنا شد تولید اوراق بهادار هم از چک و اسکناس در این کارخانه انجام شود. بعد طبق نامه بانک مرکزی به سایت خبری عصر ایران در 16 دی ماه 88 این کارخونه از سال 81 تولید هم اوراق بهادار میکنه هم اسکناس. سالی 2500 تن اسکناس و اوراق بهادار از سال 81 تا 88 و بعدم ادامه داره دیگه، کسی هم نمیدونه که چند تن، چند هزار تن. بعد حالا کاری به اینش ندارم. ببینین 81 تا 88 طبق نامه‌ای که دیدین سالانه 2500 تن اسکناس اوراق بهادار تولید میشه در این کارخونه چاپ اسکناس. تازه دی ماه 88 خبرگزاری سپاه فارس یه مثلا مصاحبه میکنه با مرتضی هاشمپور رئیس سازمان، رئیس وقت سازمان صنایع و معادن مازندران و تازه اون موقع افتتاح کارخونه رو اعلام میکنه. 26 دی ماه 88 سایت عصر ایران نوشت خبر راه اندازی واحد تولید اسکناس در مازندران و ادعای اینکه این واحد تا پایان امسال به نتیجه میرسد در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی 7 سال است که کارخانه تولید اسکناس در مازندران راه اندازی شده و کاغذ اسکناس و انواع کاغذهای مورد نیاز اسناد بهادار را تولید می کند. آنطور که در سایت رسمی این کارخانه آمده در سال 1376 عملیات اجرایی پروژه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار آغاز شده و در سال 81 این کارخانه پس از پشت سر گذاشتن تولیدات آزمایشی به بهره برداری کامل رسید. از سال 81
خب این 7 سال از 81 تا 88 که سپاه میاد تازه میگه که این کارخانه افتتاح شد و سالانه 2500 تن بالای 2500 تن اسکناس و اوراق بهادار چاپ کرده، آمارش دست کیه؟ دست سپاه یا دست بانک مرکزی یا دست هر سه؟ سپاه، بانک مرکزی و بیت پیشوا. فارغ از این پول چاپ کنی بی حساب کتاب که قطعاً مصرف بی حساب کتاب داشته در هر حوزه‌ای که امنیت نظام مقدسشون اقتضا کنه، و بحث‌های اقتصادیش هم می‌ذاریم کنار که چجوری این چاپ بی رویه و بی پشتوانه اسکناس به تورم و به کوچکتر شدن سفره مصرف کننده و مردم، کسایی که این پول تو دستشونه، منجر میشه. این بحثا رو بذاریم کنار. اصولا این کارخونه چیه؟ کیا ساختنش؟ جمهوری اسلامی چجوری کار میکنه در این کارخونه؟ کارگرش چجوری کار میکنه؟ و به چه هدف این کارخونه در واقع اونجا تنها کارخونه تولید اسکناس؟ این نامه ای رو بذاریم براتون بخونم از یکی از کارگرای بازنشسته این کارخونه. کارخانه چاپ تولید کاغذ اسناد بهادار تکاب در کیلومتر 7 جاده آملچمستان واقع است. از همان زمان بهره برداری کارخانه تکاب در سال 81، سه شیفته بدون توقف از یک طرف پنبه وارد کارخانه می شود و از طرف دیگر اسکناس بدون پشتوانه از کارخانه خارج می شود. این کارخانه طراحیش، من یه نکته رو بگم بعد ادامه بدم این بحثو. ببینین این نامه رو، قانوناً باید، یعنی روال قانونی باید داشته باشه چاپ اسکناس کارخونه، هم حتی همونجا باشه، مهم نیست مکانش، باید روال قانونی داشته باشه، باید بانک مرکزی تصمیم بگیره، شورای پول و اعتبار تصمیم بگیره، بعد تصویب بکنه مجلس که هر بار که بخوان غیر از تولید سالانه و آوردنش توی بازار ریال رو، اسکناس رو ببخشید، هر بار که میخوان احیانا چاپ اسکناس بکنن باید مجلس تصویب بکنه و این کار از کانالهای قانونی انجام بشه. که خب میگم این بحث رو میذاریم کنار، بارها و بارها در این باره صحبت کردیم. ادامه نامه، این کارخانه طراحیش کار شرکت زیمنس آلمان است و از همین شرکت خریداری شده و اکنون شرکت زیمنس آلمان نقش تأمین کننده لوازم یدکی و مواد شیمیایی مورد نیاز کارخانه را به عهده دارد. می‌دانیم که جمهوری اسلامی دو نوع درآمد دارد. نوع اول درآمد ارزی حاصل از فروش هر چیزی که فروختنی است، مانند نفت، گاز، آب، برق، خاک، دریا، چوب، تولیدات پتروشیمی، انواع مواد معدنی و مواد خام و غیره. در مقابل آنها ارز دریافت می‌کند و البته دیگر همه می‌دانند که بخشی از این ارزها را سران بسیج و سپاه و مدیران تراز اول حکومتی و فک و فامیلاشون و بیت رهبری از طریق شرکت‌های خصولتی و ارز دولتی برداشت می‌کنند و بخش دیگرش به دست تروریست‌ها در سراسر دنیا می‌رسد. نوع دوم از کارخانه چاپ اسکناس است. از همینجا، تا حال فکر کردید پولی که حکومت به مزدوران جنایتکارش می‌دهد از کجا می‌آورد؟ این همه به امامان جمعه و نهادهای بیکار و آخوندی میدهد. چندین هزار دانشجوی خارجی به عنوان طلبه تروریست وارد مشهد و قم کرده. هزینه اینها با کدام پول پرداخت میشود؟ پولی که به جنایتکاران سرکوبگر پرداخت میشود تا بچه های مردم را به قصد کشت بزنند از کجا تامین میشود؟ از همین کارخانه چاپ اسکناس آمل که در کیلومتر 7 جاده چمستان ساختند. آنجا کارگران شریفی کار میکنند. خوب میدانم که اگر آنان حاضر نشوند کار کنند، هیچ کس نمیتواند جای آنان را بگیرد. دستمزد این سرکوبگران را شما کارگران چاپ اسکناس پرداخت میکنید. بخش کمی از دستمزد کارکنان دولت از مالیات هایی است که دولت از خود این کارکنان میگیرد. بخش اعظم پرداخت دستمزد کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشسته‌ها و سایر موزبگیران از همین پول‌های بدون پشتوانه است که روز به روز سفره همه موزبگیران را کوچکتر و کوچکتر می‌کند. این اسکناس‌هایی که شما تولید می‌کنید عامل اصلی شدت یافتن سرکوب مردم توسط مزدوران حکومت اسلامی و اصلی‌ترین عامل فقیرتر شدن کلیه موزبگیران ایران است. و خوب می‌دانم زمانی که این کارخانه به هر طریق ممکن تعطیل شود، یک، شاهد توقف
شدت افزایش تورم سعودی تورم و شاهد افزایش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی خواهیم بود. دو، شاهد ریزش مزدوران سرکوبگر و حکومت بچه کش خواهیم بود. این اسکناس های بدون پشتوانه وقتی نباشن مزدوران هم ناپدید خواهند شد. و سه، دولت مجبور می شود از ارزی که در اختیار دارد هزینه های مربوط به مزدبگیران را پرداخت کند و هزینه های داخلی خود را نیز از همان ارزها پرداخت کند. اینطور از حجم پولی که به تروریست های خارج از ایران منتقل می شود هم به شدت کاهش می یابد و جهان شاید بتواند اندکی نفس بکشد. کارگران باهوش و با تجربه که طی این سالها در آنجا کار کردند بسیاری از سیستم های کنترلی و راه اندازی برق و ابزار دقیق و مکانیک و تأسیسات را بر اساس نیازهای متفاوتی که در هر زمان از آنها خواسته شده تغییر دادند و هیچ شخصی به جز خودشان نمیداند گیر کار کجا بوده و چگونه برطرف شده است. دیگر خود دانید با این کارخانه فساد و جنایت چه کنید. شرکت زیمنس آلمان باید این کارخانه جرم و فساد را تحریم کند. شرکت زیمنس لوازم یدکی و مواد شیمیایی مورد نیاز این کارخانه را نباید بفرستد. امضا کارگر متخصص بازنشستی تکاب. و اما تدارکچیان بدهکار بزرگ بانکی که پول میدن تا مزدوران و حکومت بچه های مردم بزنن بکشن. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار نوشته همیشه فکر میکردم چرا با مفسدین اقتصادی مانند خاندان پایداری که بالغ بر 10,000 میلیارد تومان بدهکاری بانکی و 50,000 میلیارد تومان ارز ترجیحی گرفته برخورد نمی شود. حالا روشن شد که با خون مردم تجارت می کنند. در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم. آقای کلانتری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. با وقتی که فرصتی که داریم میتونیم فکر میکنم 4 تا از این تاجران خون مردم به فرمایش شما رو امشب بپردازیم. از ببینین بیاین از هلدینگ میهن شروع کنیم که به ویژه این ماجرای بستنی میهن و بعد محصولاتش کلن و ماشینهاش کامیوناش و اینها خیلی سر صدا کرد در فضای مجازی و در اخبار بعضی از رسانه‌ها. به هر حال که اینها همکار جابجا این نقل و انتقال در واقع مزدوران و حکومت و سرکوبگراشون با این کامیون هاست و غیره و غیره. اگه نمیدونم نظر موافقتون چیه آیه؟ در خدمتتون. مشکل نداره با میهنش. بفرمایید. خب بفرمایید بگوش. عرض کنم که دقیقاً بعد از انتشار تصاویر و پیام‌های مردمی متعدد در فضای مجازی که نوک پیکان این تصاویر و پیام‌ها شرکت میهن رو هدف قرار گرفته بود که در این سرکوب‌ها مشارکت داره، شرکت میهن اومد یک مغلطه کلامی در واقع ایجاد کرد و یک بیانیه داد و گفتش که ما مشارکتی نداشتیم. البته ایشون درست میگفته، اینا مشارکت نداشتن و اما قطعا مباشر بودن در این سرکوب ها. ببینید آقای ایوب پایداری در واقع به نظرم یکی از 2 سالارانیه که بعد از انقلاب 57 به وجود اومدن و مدعیه که با فروش بستنی با یک گاری دستی به این ثروت افسانه‌ای رسیده. اما کمی که به پیشینه اینها نگاه میکنیم، همون سوالی که در اون توییت من نوشته بودم که چرا با اینها برخورد نمیشه، اینجا خودشو نشون میده. ببینید ایوب پایداری در رأس هرم ابربدهکاران بانکی مطابق آمار رسمی که اعلام میکنن و میگن ایشون 2750 هزار میلیارد تومان فقط بدهی بانکی داره. این در حالیه که علاوه بر این با توجه به بررسی‌هایی که من کردم
با همکاری مجموعه شرکت‌های تو در تو و اون برندهایی که داره به اسم طبیعت و خوشبخت و میهن و فروتلند و مکنزی و دیلی مارکت و هایلی، ایشون به همراه پسرانش، برادر خودش حتی که آقای فرامرز پایداری که در لیست ابر بدهکاران پرونده بزرگ بانک سرمایه بود، یه چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان فقط بدهی بانکی داره. از طرف دیگر معذرت میخوام، این افرادی که گفتین اینا همه همین هولدینگ میهن رو دارن اداره میکنن دیگه. بله دیگه، دوتا پسراش هستن، ابوالفضل و علی و برادرش فرامرز. برادر یه سری آدمهای دیگه هم هستن که اونا آدمهای نسبت فامیلی ندارن، اما جزء این مجموعه راندخاری هولدینگ میهن هست. آره میخوام این نتیجه رو بگیرم که بدهی هولدینگ میهن که اینا دارن ادارش میکنن حدود 10,000 میلیارد تومان فقط بدهی ریالی بانکی، یعنی بدهکار بانکی هستن. بفرمایید. اینها در خصوص ارزم جز پیشتازان هستن دیگه در حوزه ارزخواری، و اون 24 میلیارد دلار ارز 4.200 تومانی آقای جهانگیری یه چیزی بالغ بر 2.2 میلیارد و 600 میلیون یورو یا اینها ارز گرفتن که فقط 1,600,000,000 اون ارز همین 4.200 بوده، که آقای عادل‌آذر حتی با یه نامه ای زد گفت یه بخشی از این ارزها رو اینا هزینه کردن برای اینکه چوب بستنی وارد کنن. این خیلی جالبه که همین مبلغ ارزششون میشه بالا 60,000,000,000 تومان، یعنی در مجموع میشه گفت اینا که قریب به 100,000,000,000 تومان از منابع ارزی و بانکی کشور راندخاری کردن. برای همین، برای همین خدماتی که میدن، حالا بجز همین که از ماشین هاشون، این قطعا ما میدونیم که اینها در تأمین مالی و تأمین غذای نیروهای سرکوب مشارکت داشتن و به پرونده های اینها که بیش از 10 پرونده همونجور که آقای یزدی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اومد در تلویزیون گفت که 5.5 میلیارد از این 24 میلیارد دلار بر نگشته، در حالی که اونی که ما میدونیم 10.5 میلیارد بر نگشته و پرونده قضایی داره این 10.5 میلیارد. برای همین خدماتی که ده و نیم میلیارد دلار پرونده قضایی مفتوحه. دبیر چیز گفت 5.5 میلیارد، اما اون اطلاعاتی که ما داریم 10.5 میلیارد، که بخشش هم مربوط به همین هولدینگ میهنه. از اون سمت همین هولدینگ میهن 71 پرونده قضایی محکومیت در تعزیرات حکومتی داره با 3 عنوان: احتکار، قاچاق و گرانفروشی از سال 99 تا 401. به اینها هم هیچ وقعی نمیدن، هیچ رسیدگی نمیشه، همونجور که در سایت 90 اقتصادی منتشر شد. همه اینها به کنار، اینها با این همه حجم فساد اقتصادی، با این همه راندهای بدهکاری بانکی ارزی، به تازگی حتی اومده میخوان در صنعت خودرو هم ورود کنن. این هم خیلی جالبه که تنها همین یه حوزه بود که این راندخارهای این مدلی بهش ورود نکنن این 2 سالا که اونم مورد هدف قرار دادن. در فقط صنعت خودرو نیست، اینا در یعنی همین بستنی فروشه، این جعبه آتش نشانی رو سفارش گرفته برای، من میخوام اینو بگم خدمتتون، بعدا ازتون این سوال رو بکنم که خب بذاریم اول سوال بکنم بعد میرسم به این موضوع. سوال این است که میخوام این میهن رو ببندیم اینجا، با توجه به آنچه که درباره تعزیرات اولا گفتین، این تعزیرات میدونید آقای کلانتری که چقدر این تخلف کرده و تعزیراتش به خاطر چی بوده؟ و چون بدهیاشو خب حدود
10 میلیارد دلار که میگین بخشش، من نمیدونم چقدر بخشش به میهن مربوط میشه، اگه اینا رو میدونین دقیق بگین. حدود 10,000 میلیارد تومان بدهی بانکی داره. این بدهی بانکی یعنی اینکه چقدر معوقه است و اگر میخواستن درست سیستم بانکی رو در واقع بهش برسن باید چه میکردند با میهن و چجوری ازش میگرفتن با توجه به کارهایی هم که با دیگران کردن. و سه که از همه مهمتره این است که چقدر میهن میدونیم که دستش در خون بچه‌هایی که کف خیابونن. بفرم عرض کنم خدمتتون که بله اینا معوقه است که در واقع اومده در این لیست هایی که دارن اعلام میکنن دیگه. البته خود ایوب پایداری گفتم خودش شخصا 2750 میلیارد تومان بدهی داره، اما در مجموع گفتم پسرهاش و برادرش گفتم و اون آدم های فرعی دیگه که هستن یه چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان. در مورد این تعذیرات، این 71 پرونده 300 میلیارد این شرکت جریمه شده، گفتم در همون سنوان قاچاق، احتکار و گرانفروشی. 300 میلیارد تومان. 300 میلیارد ریال، 30 میلیارد تومان. 30 میلیارد تومان جریمه شده. 30 میلیارد تومان جریمه شده بابت این سه سرفصلی که در این 71 پرونده. خب چقدر میدونیم که دستش تو خون مردم؟ ببینید اون چیزی که مسلمه و من قطعا اینو میدونم، ایشون در تأمین غذا و کمک مالی به بخشی از نیروهای سرکوب مشارکت داشته، این قطعیه. دو، خدمات لوجستیکی فضاهای خودشو در اختیار اینها قرار داده، به خصوص در اون شهرک قائمیه که در اسلام شهر داره و یک محوطه بسیار بزرگیه که 10,000 نیرو داره در اونجا. سومین موردی که ما میدونیم و اینها قطعا توش مشارکت داشتن، دادن مرخصی تشویقی و اضافه کاری به نیروهای بسیج اصناف خود میهن. ببین خود میهن چون 10,000 کارگر داره در اون شهرک قائمیه، یه چیزی حدود 1 گردان بسیجی اصناف داره که در همین اتفاقات هم با توجه به کمبود نیرو فراخوان داده بودن که بسیج اصناف هم باید شرکت کنن در سرکوب ها. میهن به تمام اون بسیجیاشون که در بسیج اصنافش هستن هم مرخصی تشویقی داده، هم نمیدونم کارتای هدیه تشویقی داده و مزایای دیگه که اونا بتونن در این سرکوبا شرکت کنن. آنچه که من شنیدم از زمانی که این مسئله لوجستیک به فرمایش شما که بخشش همین انتقال نیروهای سرکوب توسط کامیون‌های یخچالدار، من نمیدونم یخچال خاموش میکنن چیکار میکنن، به هر حال میهن انجام شده و به هر حال از زمانی که در فضای مجازی این خبر ترکید که میهن همکاری میکنه با مسئله سرکوب، فروش به طور کلی محصولات میهن از جمله بستنی میهن که یک و فلان و اینا خیلی کاهش پیدا کرده. هیچ اطلاعی دارین که حکومت، چون حکومت همش میگیره از اینا، حکومت که به اینا چیزی نمیده که، و تنها کاری که میکنه اینه که بدهی بانکیشون رو نگیره، نمیدونم سفارش بکنه برای اینکه این بدهی ها بیفته رو کول مردم و همینطور که شما اشاره کردین دیگه، و چه و بهشون ارز بده برای اینکه اینا چوب بستنی وارد بکنن. حدود 637 میلیون دلار دادن به میهن برای اینکه چوب بستنی وارد بکنه. بفرمایید. خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که بله اینا که گفتم این مواردی که بودی که موارد قطعیه که اینا همکاری داشتن و ده از این سو چون که افت فروش و اینا هم داشتن، اون خبری که من دارم
و به نقل از منبع مطلعی شنیدم که به تازگی سفارش های عمده اینها از طرف سپاه زیاد شده که بتونن یه مقدار اون ضرر تحریم مردم رو براشون جبران کنه. البته پولی پرداخت نشده و من به نظرم میرسه که پولی هم پرداخت نخواهن کرد، اما فعلا در ظاهر روی کاغذ سفارش هایی برای محصولاتی که مورد تحریم مردم قرار گرفته به حق از طرف سپاه انجام شده. خب من یه نکته رو اضافه بکنم. آقای کلانتری فرمودن که بسیج اصناف رو گفتن بیان و این مرخصی هایی که به همشون مرخصی داده هلدینگ میهن که برن برای سرکوب، خب طبیعتاً جواب در واقع حکومت رو میده در پیوند با بدهی‌هایی که داره و نمیپردازه. یه نکته هم عرض بکنم که سازماندهی این بسیج اصناف و همینطور افرادی که به عنوان مجرمان خطرناک از زندان ها آوردن، همونایی که دو هفته پیش عرض کردم خدمتتون که بچه‌ای رو که زده بودن آمده بودن تعریف می‌کردن که طرف تمام بدنش خالکوبی بود و به عنوان لباس شخصی اومده بود ما رو می‌زد، که خب بدیهی لباس شخصی و بسیج سپاه فلان اینا خالکوبی که نمیذارن بکنن، و این افراد همینطور که خبر موثقی که از منابع مختلف داشتیم و خدمتتون عرض کردم دو هفته پیش، اما اینو نگفتم که الان خدمتتون عرض میکنم چون به ذرس قاطع نمیدونستم، از منابع مختلف تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که اینها در فرمانداری ها سازمان داده میشن، این افرادی که به عنوان لباس شخصی میارن و حتی بعضیاشون موتور سواری بلد نیستن، تو خیابون بارها فیلماش دیدین دیگه، و کلی بچه ها تو خیابون کتکشون میزنن حتی، و اینها همین کسایی هستن که فرمانداری میاد داخل فرمانداری سازمان داده میشن، بودجهشون رو به طور طبیعی و بدیهی از سپاه میگیرن و از بسیج میگیرن در واقع که از سپاه میگیره، و این افرادی هم که بسیج اصناف هم اونا هم همینطور، اونا محل سازماندهیشون در فرمانداری هاست. خب آقای کلانتری عزیز، اجازه بدین که به هلدینگ گلرنگ برسیم، که هلدینگ گلرنگ بیش از 50 شرکت داره تا اونجایی که من میدونم، که البته شرکت کوچیک نیست، یکی از یه مجموعه هاش فروشگاه های کوروشه و یکیش تولید آب معدنیه که شرکت های زیر مجموعهش با برندهای مختلف میدن بیرون، لاوژری، اولایف، اولایف، ببخشید اولایف، من واقعا این نهیدم، اینا رو من رفتم تو سایت کارخونهش نگاه کردم، لاوژری و اولایف، اولایف یعنی اینجوری و غیره و غیره. خب بذاریم اول یه معرفی کوتاهی بکنم. بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ حاج بمکریم فضلی در اردیبهشت ماه 99 در سن 88 سالگی ریق رحمت و سر کشید و به سرای باقی شتافتند. با مردن حاج بمکریم گلپسرش مهدی فضلی شد همکاره این هلدینگ. آقای کلانتری درباره گلرنگ در این تلاش حکومت برای حفظ خودش و البته بدبسون در واقع بدبسون این هلدینگ ها با استبداد حاکم و حکومت خونریز چه میدانید؟ عرض کنم بله، آقای مهدی فضلی در واقع طبق اون که در روزنامه رسمی اعلام شده در 122 شرکت عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا به عنوان بازرس حضور داره. ایشون یه تخصص خاصی در تأسیس شرکت‌های تو در تو چه در داخل کشور چه در خارج کشور داره، که حالا اون خارج از کشوری‌ها هم بهش میگیم که چی کار میکنه، برای جعل و کلاهبرداری از اون استفاده میکنه.
ایشون هم جز هم ابر بدهکاران بزرگه، به خصوص جز بدهکاران بانک سامانه که خودشون خیلی علاقه ویژه‌ای دارن، و جز همون دسته‌ای هست مثل همین آقای پایداری، خاندان پایداری جز همون ارزخوارها هستن که آقای همتی هم اگرتون باشه یه نامه‌ای نوشت سال 97 بود یا 98، نامه‌ای نوشت که 20 میلیارد یورو گم شده و یه لیستی داد که همون موقع فروشگاه‌های کوروش هم در ردیف نوع همون لیست بود که جز همین‌های هستن که در واقع ارزها رو به قول سادهش میگن هاپولی کردن و بر نگردوندن. بانک رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی نامه داد که 20 میلیارد یورو بله سال 97 آقای همتی نامه نوشت که شرکت هایی که 20 میلیارد یورو در آنها گم شده، از یه لیستی داد که همین مجموعه آقای فضلی هم به اسمش فروشگاه کوروش که شما گفتید مجموعه کوروش هم در ردیف نوع همون لیست بود، طبیعت سبز کهن که مربوط به همین هولدینگ پایداری هم هست در ردیف 3 یا 4 بودن در اون لیست معروف. اینها هم در اون لیست حضور داشتن، به علاوه این که بدهکار ابر بدهکار بانکی هم هستن و فعالیت های مختلفی هم میکنه آقای چیز. اما یکی از فعالیت های مهمشون جعل برنده. ببینید مثلا اوه، شما اوه شنیدید، اینا میگفتن این یک محصولی که تحت لیسانس یک شرکتی در انگلستان تولید میشه، شرکت پیتر اند جورج. در واقع ما بعد از بررسی معلوم شد که این پیتر اند جورج در واقع شرکتی که خود مهدی فضلی رفته در لندن یه شرکت سوری کاغذی به اصطلاح ثبت کرده و نه کارخونه این است و نه تولیدی داره، فقط یک اسم که اومده در اون در ایران استفاده میکنه. یا مثلا کلمهای خب مالی کرده. فکر کنم ببخشید اون بله؟ کارو کرده فقط برای این که بتونه چکار کنه به اسم اون شرکت سوری عرض بگیره از بانک مرکزی برای هدف. حالا یه بخشش میشه برای عرض و نمیدونم خودشون مشتری میکنن این، حالا این یه مثلا معامله با خودش، معامله با اون، معامله سوری با خودشون انجام میدن و این کارا. یکی دیگه اینه که سر مصرف کننده رو گول میزنه، کلاه میذارن به اینکه شما داری یک جنسی میخری که مثلا این جنس در تحت لیسانس شرکت پیتر جورج که اصلا وجود نداره مثلا در لندنه. یا مثلا کرم هایی بود به نام مایمی که میگفتن، حالا این اسامیشون هم خیلی سخته، این اسامی میزنش میگم سخته، میگفت این تحت لیسانس شرکت کوهل ان کوهله، در حالی که اینها در همین جا در نمیدونم در همین اطراف تهران در یکی این روستاها اینها یه شرکتی از اونجا تولید میشه و این شرکت هم اصلا وجود خارجی نداره. اسامیشون که میگید انقدر سخت و مغلقه همینه، این یه تکنیکی داره که یه سری شرکت‌های کاغذی نمیدونم در ایتالیا و آلمان و انگلیس و اینا رفته ثبت کرده که با اونا بیاد هم اون بخشی که برای معاملات سوری و نمیدونم کارهایی که میخوام بکنم برای اینکه معامله‌های سوری انجام بدن ازش استفاده کنه، هم این که سرم اصرف کننده رو کلاه بذاره. این یکی از شگرد‌های این آقای مهدی فضلی که خودشو کارآفرین میدونه و مدعیه که پدرش هم صاحب نشان امین‌الضربه. حاج من کریم فضلی. بله. بله حاج من کریم فضلی. در همین اتفاقات هم اینم منابع آگاه که ما میدونیم گفتن که ایشون هم بحث کمک مالی داشته و هم در تأمین آب معدنی نیروی سرکوب مشارکت فعال داشته. کمک مالی به کجا؟ کمک مالی به همین ببینید کمک های مالیشون، حالا یه موقع من باید بزرزیم به این ساختارش، این خیلی عجیبه. اینا کمک های مالیشون رو معمولا به اسم این که داریم به مثلا هیئت رزمندگان اسلام کمک میکنیم، این یعنی پوششی دارن برای خودشون و این نه که بین این دوتا، بین خیلی هاشون هست که لیست بلند بالایی که من قبلا روی اینم کار کردم، خودش یک برنامه است که بیان میگم اصلا چه نیازی داره شما بیای به هیئت رزمندگان کمک کنی که مثلا هیئت و معنای اون هیئت رزمندگان آقای سردار نجاته که الان فرمانده قرارگاه سارالله، یعنی یعنی قرارگاه اصلی سرکوب اعتراضات در تهران. بله دیگه بله. تهران بزرگ. این یکی از شیوهاشونه و بعضیشون که اصلا نقدی میدن، پول نقدی میفرستن.
آب مجانی میدن، غذا میدن و این اتفاقاتی که افتاده. این تأمین آب معدنی توسط گلرنگ که به اسامی مختلف تولید میکنه که من عرض کردم لابجری و نمیدونم اولایف و اینا، حالا اسمش یاد گرفتم، این از کی و چگونه انجام میشد؟ خب این کارا رو میکنه، بدیهی است این کارا رو میکنه برای پوشوندن تمام اون کسافتکاری هایی که شما اشاره فرمودید که کسی کاری بهش نداشته باشه، یعنی دستشون تو همه، چون این اطلاعات که شما دارین آقای کلانتری بی تردید ده برابرش و پرونده هاشو همه رو خود حضرات دارن، همینایی که دارن مردم میکشن الان. خب کاری ندارن بهشون دیگه، به خاطر چی؟ یکیش همینه که شما میفرمایید، یعنی مثلا حالا تأمین ترابری فلان بهمان، تأمین جا به ویژه، نیرو گرفتن، نفر گرفتن به قول ارتشی ازشون، و بعد الان مسئله آب معدنی که میفرمایید، این اینو از کی، چگونه، چقدر مستنده و چجوری تأمین میشه؟ مگه نیاز داره مثلا سپاه، بسیج، نمیدونم قرارگاه ها، نمیدونم چی جوری داستان، بفرمایید. ببینید بله، اگر یک در اصل ببینید اینها به صورت، من بهش میگم اینا خودشیرینی برای سرکوبگران، میگم اینو بهشون، اینا خودشیرینی میکنن برای سنگام. بله که نیاز نداره، چون که اونا هم خودشون حتی شرکت های معدنی دارن، قطعا تدارکات دارن، قطعا برای تأمین مواد غذایی و نمیدونم آشامیدنی و نیروهاشون حتما یه سیستمی دارن، بودجه دارن. اما اینها من میگم اینا خودشیرینی میکنن، یعنی خودشیرینی میکنن برای نیروهای سرکوب که در واقع به علت همین تخلفات عمده اقتصادی که دارن، برای سرپوشی، برای همین سوالی که همیشه در ذهن ما و اونهایی که کار میکنن تو حوزه مفاسد اقتصادی وجود داره که چرا به پرونده های اینا رسیدگی نمیشه، یکیش همینه، یکی از علتاش همینه و علتهای دیگه که اینها میان خودشیرینی میکنن و اینها رو در اختیار قرار میدن که بعدها در رسیدگی به تخلفات اینها، این خودشیرینی ها لحاظ بشه برای رسیدگی و بله. در واقع رسیدگی نشه به اون پرونده. بله. خب ببینید، یکی دیگه از این در واقع سومین کسی که میخواییم بهش بپردازیم در این تدارکات، به اونان تدارکات چیه، سرکوب در ایران، یکی از سرداران سپاه، البته پسرشه، حالا من خودشو بگم، به اسم شمسعلی یا مصطفی تحیری، با پیشوند سردار البته، سال 99 ایشونم ریق رحمت رو سر کشید. توجه بفرمایید، خانوادش اعلامیه تسلیت منتشر کردن، تسلیت به سید علی خامنه ای، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقام معظم رهبری که بابای ما مرده، به شما تسلیت میگه آقای رهبر فلان، به اون تسلیت میگه. ببینید چقدر مهم بوده این شهید اسلام که همه عمر برای رهبر مسلمین مجاهدت کرده، مهم بوده. حالا سابقه شو من کاری ندارم، سابقه تروریستی شو از قبل از انقلاب 57 کاری ندارم، تا بعدن که جزو استقبال کننده ها از خمینی و فلان اینا بود، یه صرافی داره که حالا دیگه این صرافی مال پسرشه، با مجوز و در همکاری بانک مرکزی نظام مقدسشون، اسمش از گروه مالی ارزیران، شرکت تضامنی تحیری و شرکا، تهران خیابان میرداماد جنب بازار بزرگ میرداماد پلاک 2. گروه مالی ارزیران با کمک صرافی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین شرکت‌های متنوع خود در ایران و خارج از کشور، شبکه قوی مالی و پولی و بازرگانی ایجاد کرده که همکنون خدمات متنوعی را در زمینه نقل و انتقال ارز، تأمین ارز جهت بازپرداخت سررسیدهای اعتبارات اسنادی و غیره و غیره، خب با توجه به ایجاد زنجیره مطمئن پولی و بانکی، مشتریان عمده این مجموعه شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های تولید وابسته به حوزه نفت و همچنین پیمانکاران صنعت نفت میباشند. صرافی ارزیران به عنوان صرافی منتخب بانک مرکزی
کارگزار صرافی تعدادی از بانک‌های کشور است. اینه. مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره الان احسان تحیری است، گلپسر شمسعلی. رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شمسعلی تحیری، همون سردار مصطفی تحیری است که مرد، جاش داد به پسرش احسان. همش دست به اسم احسان هم هست. آقای کلانتری، اول بگین شمسعلی تحیری کی بود تا بعد برسیم به احسان تحیری و همدستی اینا با دستگاه سرکوب حکومت. بله، شمسعلی تحیری در واقع دو تا اسمیه، هم علی هم مصطفی که شما گفتین اسمی مستعارش بوده. شمسعلی تحیری جز نیروهای چتر‌باز گارد شاهنشاهی بوده قبل از انقلاب، که فرار میکنه و به گروه تویدی صف میپیونده، گروه تویدی صفی که محمد بروجردی درست کرده بود و افرادی مثل محسن کنگرو، محسن آرمین، سلمان صفوی، محمد منتظری و سید مهدی هاشمی که اعدام شد جز این گروه تویدی بودن. اینها قبل از انقلاب در واقع دو تا عمل تروریستی خیلی معروفی داشتن، یکی به اصطلاح انفجار رستوران خانسالار در 23 مرداد 57 که در اون اتفاقات یک نفر کشته شد و 45 نفر مجروح شدن، و البته خود علی تحیری و اون کسی که عباس علی احمدی که جزء تیم بودن، خود عباس علی احمدی هم بعدش میمیره چون مجروح میشه و دست و پاش قطع میشه در اون اتفاق. آقای مصطفی تحیری در زمان ورود آقای خمینی به ایران، به قول خودش، به نقل خودش میگه من اون طراح بر واقع سیستم امنیتی و حفاظتی آقای خمینی بودم از لحظه ورود تا بهیزرا و مسائل دیگه، یعنی جزء نیروهایی بودن که مسلح بودن، چندین همین گروه های توحیدی که بعدم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شدن. خیلی 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 عذر میخوام از حضورتون آقای کلانتری، اگه ممکنه به دوربین نگاه کنین، چون گوشه تصویر که نگاه میکنین من همش فکر میکنم یکی از ما عزیزتر اونجا نشسته، شما داریم برون. نه بفرمایید. عرض کنم که بعد از انقلاب به هر صورت که هر کسی دنبال این بود که سلطان یه چیزی بشه، آقای مصطفی یا شمسعلی تحیری هم فکر کنم تصمیم گرفت که سلطان پتروشیمی بشه. همینی که شما عرض کردی که به اصطلاح مشتری عمده ما پتروشیمی هستن، در واقع صرافی ایشون و پسر ایشون کسی بودن که جز صرافی های تراستی بانک مرکزی بودن و در همون به اصطلاح دور زدن تحریما و بحث های ارزی یه چیزی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان ارز پتروشیمی ها رو جابجا کردن و به یک ثروت افسانه ای رسیدن اینها، چه داخل و چه خارج کشور. و البته یه هلدینگی هم به نام سبا تأسیس کردن که نه در ایران، در سوئیس هم به نام هلدینگ سبا هست و در کردیت بانک سوئیس هم یه حسابی دارن و یه تحولات و به اصطلاح کارهایی هم اونجا انجام میدن و شرکت‌های مختلف، منتها عمده فعالیت اینها متمرکز بود در همین صرافی ارزیرانی که شما فرمودید. البته بعد از اون کلاهبرداری 1,100,000,000 درهمی که در سامانه نیما انجام دادن توسط خود این آقای احسان تحیری که رأس قضیه بود و به خاطر اون هم 45 روز بازداشت شد و البته با وثیقه 2500 میلیارد تومانی که آقای حسین افراشته براش گذاشت اومد بیرون و الان در دبی هستش، رفت به دبی. عرض کنم خدمتتون که شدن تراسی بانک شهر، یعنی بانک مرکزی در واقع به اینا بعد از اون پرونده سامانه نیما دیگه اعتماد نکرد و اینا ما نشدن تراسی بانک شهر و از اون ور جز بدهکارای بانک شهر هم شدن. همین آقای احسان تحیری به اسم شخصیش تو همون لیست اول بدهکاران بانک شهر وجود داره که حدود 500 میلیارد تومان وام گرفته.
خود همین فقط خود شخصش، یعنی احسان طیاری، این خیلی جالبه، یا آقای به نام احسان طیاری رفته 500 میلیارد تومان وام گرفته که حالا نمیدونیم که بسایق و ایناش هم چیه، که معمولا چون ارتباط ویژه‌ای که این با مهدی احمدی داماد محسن رضایی داره من بعید میدونم که تو وثیقه و بسایق درست حسابی هم گرفته باشن بابت این وام. و هر صورت اینو آوردن بیرون و رایش کردن به دبی آقای احسان تحیری. ارتباط مستقیمه این صرافی ارز ایران و احسان تحیری که شریک داماد محسن رضایی است میفرمایید، با سرکوب کف خیابون چی آیه کلانتری؟ ببین ایشون نه تنها با داماد محسن، ببین با پسرهای آقای شمخانی، با داماد آقای شمخانی، با به اصطلاح واسطه های فروش محصولات نفتی و پتروشیمی مثل علی بایندوریان که اونم متصل به سیستم در واقع دور زدن تحریما و فروش نفت و پتروشیمی آقای شمخانی هم ارتباط داره. ایشون در این اتفاقات با توجه به اون خبری که ما گرفتیم چند ده میلیارد پول نقد از همون دبی زنگ زده بوده به عوامل خودش توی صرافی که به ما اطلاع دادن و اینها رو به اصطلاح فرستاده برای یک بخشی از همین نیروهای سرکوب در سپاه محمد تهران. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. من فقط اضافه بکنم که گروه اولا احسان تحیری که فرمودین در دبی الان در دبی، بله بله، و این پولایی که میفرسته برای سپاه محمد در تهران خرج سرکوب بشه از طریق همینطور که آقای کلانتری فرمودن از طریق گروه مالی ارز ایران، صرافی ارز ایران، شرکت تضامنی تحیری و شرکا، تهران، خیابان میرداماد، جنب بازار بزرگ میرداماد، پلاک 2 انجام می شود. آقای کلانتری وقتمون تموم شد، به چهارمی که میخواستیم مهدی جهانگیری بود، فقط من اینو مختصر بگم، و بانک گردشگری که اونم قلک دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است و همین دلیله که مهدی جهانگیری که چپ و راست جمهوری اسلامی میگن یکی از فاسدترین آدم هاست در این نظام مقدسشون، کاری که ندارن هیچی، خود سپاه باهاش میاد قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی میبنده با کسی که باز بنا به حکم دستگاه قضاییشون باید 2 سال بره زندان و 2 بار 74 ضربه شلاق بخوره. خب و کلی هم از به جرمی که اعلام کردن قاچاق سازمان یافته ارز. خب آقای کلانتری حالا این موضوع رو میذاریم برای بعد. امشب امیدوارم که شما از دست من راحت بخوابید و شبتون بخیر، هر جا که هستید روزگارتون سازنده تر. درود بر شما. در خدمتتون هستم. خداحافظ. بریم پرده آخر. بولوار فرامرز عباسی، یک شیخ اینجا هست، ماشین شاسی بلنده، ماشینش به به زن زندگی آزادی، مرگ بر دیکتاتور. شب و روزگار خوش.